درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. محمد رضا سرداری، تحلیلگر ایرانی، با انتشار یادداشتی در سایت خبری زیتون در انتقاد از دستور غیر کارشناسی خامنه‌ای نوشته است: پس از آنکه خامنه‌ای واردات واکسن از آمریکا و انگلیس را ممنوع کرد، موجی از انتقاد و نگرانی ایرانیان را فرا گرفت. افزایش نگرانی در میان شهروندان اما نه انعکاسی در اظهارات مقامات داشت و نه رسانه‌های داخلی ایران. او در ادامه گفته است: این در حالی که اکثر کشورهای دنیا در حال طی مراحل آغازین واکسیناسیون شهروندان خود در مراکز درمانی هستند، اما واردات واکسن خارجی در ایران به راحتی و بدون توجه به سلامت مردم ایران ممنوع شده است، تنها با یک دستور. او در ادامه نوشته است: نقل است که حسن مدرس روزگاری گفته است که سیاست ما این دیانت ماست. این روزها ما به نظر می‌رسد آشفتگی و سردرگمی دقیق ترین توصیف از وضعیت تصمیمات حوزه سلامت در ایران است که به شکل جدا نشدنی با سیاست در آمیخته و گویی سیاست ما این واکسیناسیون ماست. او نوشته است: متخصصان سعی دارند که اجدار و مریض و بیان که پا را از خط قرمزها فراتر بگذارند، اخطار و توضیح بدن که چه کاری خطرناک است و کدام کار لازم. سیاسیون اما میگویند که برای صیانت از جان مردم، واکسن‌های تایید شده بین‌المللی را که در کشورهای دشمن تولید شده است وارد نمی‌کنند، اما همزمان از آزمایش بالینی واکسن کشور دوست بر روی هزاران ایرانی استقبال می‌کنند. حالا باید دید با این ویروس چغیر که نه خط قرمز می‌شناسد و نه سیاست و نه ولایت‌پذیر، کار ایرانیان و حاکمانشان به کجا خواهد رسید. واکنش مقامات بهداشتی و درمانی محافظه‌کارانه و حتی ستایشگرانه و به تعبیر ارزشی‌ها ولایت‌مدارانه بود، تا جایی که سعید نمکی وزیر بهداشت وابسته به سپاه پاسداران فرمان خامنه‌ای را با رابطه پدر و فرزندی مقایسه کرد و گفت وی دلسوز مردم است و چنین حکمی را بر اساس تحقیقات علمی صادر کرده. بیش از 200 نماینده مجلس نیز در نامه‌ای نظر علی خامنه‌ای را تایید کردند، آن را فصل خطاب خواندند و از دولت خواستند به این دستور عمل کند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم در تایید فرمان خامنه‌ای مدعی شده این کار برای صیانت از جان مردم بوده و ایران آزمایشگاه واکسن آمریکایی و انگلیسی نیست. این دنیا جز این ساخته نشده است که تو ای انسان بفهمی چه قدرتی داری و تو نمیدانی که تمام این جهان را خودت میسازی، خودت گسترشش میدهی، خودت بُعدهای جدیدی به آن اضافه میکنی و اصلا فکر نمیکنم که از این ماجراجویی‌هایت خسته شوی. از اعماق کره زمین گرفته تا اوج کهکشان ها در تکاپو هستی تا بفهمی و ببینی که این جهان چگونه کار میکند، چطور به وجود آمده، اما هنوز خودت دنیای از شگفتی هستی، یعنی همان دنیای درون تو. وقتی در اختیارت گذاشتن تا بتوانی بسته به تلاش خودت از این دنیا لذت ببری، بتوانی به دردها و رنجهایت معنا ببخشی، بتوانی از دردها و رنجهایت معنایی بیافرینی، نه اینکه آنها را مدام سرکوب کنی و به خود سرکوب بزنی که تمام زندگی برقرار شد، تمام گیرنده زندانی باشد. که من نمیتوانم از این دنیا به این زیبایی لذت ببرم، من نمیتوانم زندگی مرفه و پر از عشق داشته باشم، من نمیتوانم در کارم موفق شوم، من نمیتوانم شریک زندگی خود را پیدا کنم و هزاران هزار نمیتوانم دیگر. هر کودک ابتدا کلی زمین میخورد تا راه رفتن را یاد بگیرد و از این زمین خوردنهایش هم هیچگاه خسته نمیشود، چرا که تنها هدفش راه رفتن است تا بتواند روی پاهایش بایستد و او موفق میشود، چون واژه‌ای به اسم شکست هنوز به گوشش نخورده است. واژه‌ای به اسم ترس برایش معنایی ندارد. واژه نمیتوانم به گوشش نخورده است، چرا که دیگران مدام به او میگفتند تو میتوانی، تو میتوانی، و این تشویق ها او را سرپا نگه میدارد و اگر آن تشویق ها ادامه پیدا میکرد او میتوانست به جستجوهایش بپردازد، جستجوهای عالمانه، حکیمانه، عارفانه و هر کدام که روحش میخواست و میتردید، نه اینکه مدام این کودک قصه ما سراغ این مشاور و این پزشک برود تا دردهایش را به آنها بگوید و در تمام این رفت و آمدها نه تنها هیچ چیزی دستگیرش نشود، بلکه باز دردهایش را میبایست تکرار کند و بازگو کند. دیگر کسی نیست تشویقش کند تا راه رفتن را به او بیاموزد،
و این کودک قصه ما چه قصه ها که نمی خود و او در این راه تنها و خسته بود، چرا که برای خود دنیایی پر از مشکلات متصور می شد و همین تصورات و تفکرات به ذهن تمام در زندان برقرار شده تمام گیرنده زندانی می باشد. به ذهن ناخودآگاهش همیشه می فهمان که نمی تواند از پس جزئی ترین کارهایش برایت چه برسد به اینکه بخواهد کارهای بزرگتری را انجام دهد. پس نتیجهش می شد تکرار اتفاقات مشابه در موقعیت های متفاوت و او همیشه سردرگم و گیج و خسته و رنجور در میان این همه بددیاری ها. اما این کودک همچون آلیس در سرزمین عجایب گم شده بود، خود را این بار در موقعیتی بسیار به مراتب بدتر از موارد قبل می‌بیند. اما این موقعیت جدید برای او عجب موقعیتی است. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده را به دلیل تحریک هوادارانش به حمله به کنگره استیضاح کند، وی دموکرات‌ها را بابت عصبانیت سرشار موجود در کشور سرزنش کرد و هشدار داد که این اقدام آنها موجب بروز یک خشم بزرگ خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری مستقر آمریکا که 8 روز دیگر دولت او به پایان می‌رسد، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران و در نخستین اظهارات خود پس از حمله چهارشنبه گذشته حامیانش به کنگره گفت می‌خواست خشونتی در کار نباشد، اما هیچ‌گونه مسئولیتی را هم نپذیرفت. وی از اظهاراتی که پیش از یورش به کنگره در برابر حامیانش بیان کرده بود دفاع کرد. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم اعضای دموکرات مجلس نمایندگان برای استیضاح او در مدت کم باقی مانده از دوره ریاست جمهوریش گفت این چیز وحشتناکی است که آنها انجام می‌دهند. ادامه این مسیر فکر می‌کنم باعث بروز خشم بزرگی در کشور ما و موجب خطر بزرگی می‌شود. وی که پیش از سفر به ایالت تگزاس برای نظارت بر اجرای پروژه ساخت دیوار مرزی با مکزیک با خبرنگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، در ادامه اظهارات خود تأکید کرد که من خواهان خشونت نیستم. مجلس نمایندگان امروز پیش از هر اقدامی در زمینه استیضاح دونالد ترامپ می‌خواهد بار دیگر مایک پنس معاون او را متقاعد کند که متمم 25 قانون اساسی مبنی بر عدم توانایی رئیس جمهوری در انجام وظایف خود را فعال و ترامپ را در همین اندک مدت باقی مانده از دولت ریاست جمهوریش برکنار کند. انتظار نمی رود که پنس با این درخواست نمایندگان دموکرات کنگره موافقت کند. در این صورت مجلس نمایندگان بلافاصله برای استیضاح ریاست جمهوری گام برخواهد داشت. دولت جدید آمریکا با ریاست جمهوری جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق و رقیب ترامپ از حزب دموکرات در انتخابات 13 آبان از 20 ژانویه یعنی اول بهمن آغاز به کار خواهد کرد. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.